من خودم خیلی این چراغ نفتی رو دوست دارم. کافیه. هست تو خونه مامان همیشه نخودچی کشمش هست. این خوراک بچگی های ماست دیگه، چون من بچه که بودی نخوش کرده شو میخوردیم دیگه، خب آدم عادت میکنه. دیگه نوبت چیدن سفره هفت‌سین مامان. بله دیگه نوبت یه باشه، نوبت هفت‌سینمونه دیگه، چیزی نمونده به سال تعبیر. 7-8 ساعت دیگه مونده به سال تعبیر. آره دیگه ساعت الان 10. بعد ساعتش هم اینجوری که صبح زوده، صبح زوده، یعنی باید کارا رو الان دادم انجام بده دیگه زودتر. دقیقا. منم سلام میکنم خدمت دوستان عزیز دلم، انشالله که حالتون خوب خوب باشه، دلتون خوش باشه، تنتون ساده باشه، لبتون خندون باشه. خیلی خوشحالم دوستان که الان در خدمت شما عزیزان هستم. میدونیم که ما عاشق سنت همون هستیم، سنت های خیلی قشنگمون، سنت هایی که باهاش بزرگ شدیم، و این نوروز هم یه فرصتیه که ما بتونیم این سنت های خیلی قشنگمون رو به جا بیاریم. انشالله که لحظات زندگیتون پر از آرامش و خوشی و سلامتی باشه. حالا با هم بریم سفره هفت‌سینمون رو بشینیم. خب من دیگه الان ظرفا رو همه رو آماده کردم، وسیلا رو هم روی میز گذاشتم، هم توی آشپزخونه رو اوپن پره. اینا رو همه رو باید بریم بشینیم آماده کنیم، بیاریم بشینیم روی میز. شما با ما باشید. نشونتون بدم، فقط ببینید اینجا رو الان ساعت 10:05 شبه. این اوضاع میزه. گلای اینو ما برداشتیم، گلای سبزه ماشه که آب میدیم خیس نشه، حالا دوباره میاریم میچینیم روش. اینم سبز عدسیه که مامان دوباره انداخت. اینو من جدید انداختم، الان حدودا نمیدونم 7 روزه یا 8 روزه، ولی رشدش خیلی عالی بود، اومد بالا قشنگ، خیلی قشنگ رشد کرد. میدونی چرا؟ چون هوا گرمتر شد بعد رشد سبز بیشتر شد. حالا یه روبانم داریم سبزمون باید ببندیم. بله عزیزم. اینجا دیگه چی داریم؟ چراغ نفتی مامان گذاشته؟ چراغ باید نفتیش کنم، روشنش کنیم. قشنگه، با صفاه. اینجا هم که داخل آب گل ریخته. اینم توی خامارغمون. این جوجه ها چی میگن آخه؟ کوچولو. خدا اینا رو من نمیخواستم بگیرم مامان، اینا رو برام هدیه آوردن. آره هدیه آوردن. من هیچ وقت ماهی نمیگیرم، میگم گناه دارم، چون اگرم داشته باشم همین که سال تحویل میشه اینجا یه جایی هست که از کوه آب میاد، خیلی نمچه قشنگه، خیلی هم بزرگه، میبرم میذارم تو اون آب. ولی اینا رو امروز بعد از ظهر به من هدیه دادن دیگه، من چون هدیه بود گفتم من فقط یک شب اینا رو نگه میدارم، یا میای میبری یا خودم میبرم. تهدیدشون کردی؟ یه هدیه هست ولی خب خیلی ریزه، خیلی کوچولو. آره خیلی ریزه. اینجا هم مامان گل خریده گذاشته، گل طبیعیه مامان گرفته، خیلی خوشگله، چون دیگه گفتم حالا زیاد شلوغش نکنم فقط سفید گرفتم. بله منم اینجا. خب اینا چیه؟ کاکائو، لواشک. دیگه وسیله تحسین آجیل دیگه. آره همیشه باقیه مامان. لواشک، آجیل و تخمه. آجیل طرف اون پایین مامان. ظرفای هفت‌سینت هم که چیدی اونجا؟ ظرفا هفت‌سینه. حالا من میخوام یه کار با این سفره هفت‌سین انجام بدم، با اون ظرفا البته که توی سمنو و سما و اینو میخوام بریزم. میخواستم نشون دوستانم بدم که حالا ممکنه مثلا براشون مفید باشه، به دردشون بخوره. بریم ببینیم میخوای چی کار کنی. این هم شیرینی ها. ببین من هی میام سراغ این چیزای خوشمزه مامان. به این ناخونک زدم و این شیرینی باقلاوه، این خیلی خوشمزه است. به این ناخونک زدم، میبینید که شیرینی زبون ازش کم شده. یعنی فقط نشونتون بدم، ببینید اینو آخه شیرین زبون خیلی خوبه، زبونش خیلی خوبه، شیرینیش خوبه، کیفیت شیرینیش خوبه. جای همگیتون واقعا خالی. اینم ظرفای هفت‌سین مامان.
اولین سینی که باز کردی چی بود؟ گذاشتی اون پشت. اینا سنجیده بود ما. سنجیده. خب. من این تو باز کنم. دوستان ببینید این ظرف ها خیلی بزرگی داخلش. اگر من بخوام سماق بریزم فکر میکنم یه نیم کیلو سماق داخل این جا میگیره. بعد این کاسه رو من میذارم قشنگ اندازشه. میذارم روی این سماق رو خالی میکنم داخل این کاسه. دیگه امسال ما دونه سماق گرفتیم. ببینید دوستان این دیگه مرتبه. حالا سمنو هم که ما میخواییم بریزیم سمنو رو داخل همین کاسه میریزیم. بعد کاسه رو میذاریم داخل همین ظرف. البته خب باید کاسه سایزش اندازش باشه. حالا من این سیکه ها رو بریزم داخل این سیکه هم دارم. سیکه ها رو بریزم داخل این ظرف. دوستان این سکه که میبینید اینا خب جدیده، همینه که بیرون آماده میفروشن. اینا را من دیگه از 50 سال پیش همینطوری هرچی تو خونه بوده مونده. ببینید این نمیدونم یه تومنیه چقدیه. ببینم 10 ریال. 10 ریال یه تومنیه. نمیافت تو تصویر. چقدر قشنگ، چقدر تره تمیز مونده همینطور. فقط سنجه تا کاسه رو پر کرد اونوی دیگه رفته پایین. سمنو سیب مونده. سمنو سیب؟ بله. من سیب سفره هفت سین رو خیلی دوست دارم ماما. بله. همشون رو دوست دارم ولی این سیب یه حس دیگه ای به هم میده. اینم از سمنو. ماما چرا رنگ سمنو قرمز دیده نمیشه تو دوربین؟ به خاطر شب ماما، به خاطر لامپ. به خاطر نوره. به خاطر نوره. میبینی زیاد قرمز دیده نمیشه. رنگ واقعیش نیست. رنگش قرمز قشنگه. ماما چون شبیه اینطوریه. بله. خب اینم از یه بسمار از هفسینمون آماده شد. بذاریم روی میز تا بقیهش هم دوره انجام بدیم. من الان میام شیرینی ها رو بچینم، بعد میوه ها رو بچینم، کارهای دیگر رو انجام بدم. سبزمون هم هست ماما. بله. ما بکنم این قسمت رو دادی من که من کار کنم و بخورم چاقشم. من تازه رژیم گرفتم. برنامه تغذیه هم همین امروز گرفتم. امروز بگذره یعنی فردا. فردا بگذره ایشالله از پس فردا رژیم همون شروع میکنم. ایشالله با هم شروع میکنم. آره. منم سلام میکنم به همگی. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. دیگه شب سال تحویله. الان همه مشغول چینن هفت سین و فکر این که فردا الان مهمون دارن. قرار شام چی درست کنن؟ چجوری مهمونشون رو برگزار کنن؟ خونه بزرگتر دعوتن یا هر کسی که بزرگتره خونهش فردا قراره کلی مهمون بیاد. ایشالله که به همتون حسابی این عید خوش بگذره. یعنی من الان واقعا ناراحتم برای دوستایی که خارج از کشورن. الان این شیرینی زبون و این شیرینی پروانه ای شیرینی باقلوایی میبینن حواس میکنم. یعنی به خدا کاش اینجا بودین همتون از این میخوردین. ولی اونجا هم هست شیرینی. هست ولی خب تو ایران یه وطن میده دیگه. دیگه صفای خودش داره. شیرینی وطن تمش برمیده. بله. اسفند ماه که میشه شروع میکنیم خونه تکونی برای شروع سال جدید. من میگم آدم همونطور که خونه تکونی میکنه باید دلش هم بتکونه. یه زمانایی هست ما میبینی خب میبینی که یکی از دست آدم ناراحته. حالا آدم ناخواسته یه کاری کرده، داری کسی رو شکسته یا اینکه خودمون از دست کسی ناراحتیم. من میگم آدم واقعا باید دلش هم بتکونه. همونطور که خونه تکونی میکنیم دلمون هم بتکونیم. اگر که کسی رو ناراحت کردیم باهاش تماس بگیریم، از دلش در بیاریم، دلخوری ها رو رفع کنیم. یا اینکه اصلا کسی ما رو ناراحت کرده اشکال نداره. من میگم بازم اشکال نداره، خود آدم تماس بگیره یه حال احوالی، یه سر زدنی، دیداری تازه کنه، این کدورت ها رفع بشه. واقعا بیایم به همدیگه عشق بدیم، همدیگر دوست داشته باشیم و همدیگه محبت کنیم.
دنیا اصلا ارزش اینو نداره که آدم بخواد ذره ناراحت باشه، ذره قصه بخوره. باید فقط تا میتونیم شاد باشیم و به همدیگه عشق بدیم. اصلش همینه دیگه. بله اصلش همینه. حتی برای من میگم برای دید و بازدید، یعنی من خودم یعنی عقیده خودم اینه. حتی برای دید و بازدید فقط خیلی هستن مثلا میگم من یک سال از فلانی بزرگترم، باید حتما اون بیاد دیدن من تا من برم خونه شون. حالا من خودم اصلا این اخلاقا رو ندارم، مثلا این موقع رفتم بیرون یه جا رفتم به دیدنی میگم بذار فلان جا هم بریم، مثلا میگن ای خب اون باید بیاد دیدن شما، اون کوچیکتره. میگم نه اصلا این حقا نیست اصلا به این چیزا اهمیت ندید، اصلا نباید این فکر رو بکنه. هیچی بهتر از محبت و دوستی نیست. دقیقا. فقط بیاییم به همدیگه تا میتونیم عشق بدیم، همدیگه رو دوست داشته باشیم. دیگه سال که نو میشه باید همه چیز رو نو کنیم، همه چیز رو آدم از نو شد و همونطوری نو نگهش داریم تا آخر سال دیگه دوباره همین رو به روز رسانیش کنیم، معترش کنیم. نذاشتم هفت‌سین رو بچینی یا میبینی گفتم همه اینا رو اول انجام بدیم بعد هفت‌سین رو بچینی. یه جا همش چیده میشه. ماما جان لواشک رو تو این بریزم، کاکائو تو چی؟ تو همون خوب بریزیم اون ظرفی که اونجاست. چی هنو برای این برای لواشک این برنج بشاره همیشه برای کاکائو. کاکاو تو مون لواشک بریزیم؟ بله خیلی بخواه چیز خواستی رو برای بیارم آره نه فعلا چیزی نمیخواه دیگه. دوباره از فردا خیابونا خلوت میشه، همه دارن میرن سفر. تو رو خدا مراقب خودتون باشید، مراقب خانواده و عزیزانتون باشید. جاده ها شلوغه، هوا بارونیه، میرید سفر سال نو، خیلی احتیاط کنید، خیلی مراقب خودتون باشید و حسابی هم بهتون خوش بگذره. شده که سفر خوبی داشته باشن ماما. ایشالله دوستان که میرن سفر برمیگردن بله شده بهشون خوش بگذره و سفر خیلی خوبی داشته باشن ایشالله. بیدم قشنگیش به همین چیزاست دیگه، سفر و مهمونی و دور همی و اتفاقا دیشب هم یه سریال میدیدم، بعد این چند تا زوج جوان داخل فیلم بودن داشتن پانتومیم بازی میکردن. پانتومیم خیلی انقدر هم خیلی شد آخه با خودم دارم خانوادگی وقتی دور هم دیگه جمع میشیم پانتومیم بازی میکنیم، هرکی زودتر به خنده بازی میکنیم، بعد خیلی بازی مختلفی انجام بغلی بگیر بازی میکنیم دور هم که اصلا خیلی بازی یه دفعه دلم تنگ شد که دور هم بودیم چند وقت پیش. مرتب دوره همین همش به خاطر اینکه عیده آره حس دلتنگیه میاد سراغ آدم. این یک کاکاوا نشونتون بدم که مامان چی میخره همیشه. چی اونو مامان؟ خب من دوست دارم اونو مامان. من نخوچه کشمش خیلی دوست دارم مامان. خیلی دوست دارم مامان. یعنی همیشه هست تو خونه ای مامان همیشه نخوچی کشمش هست. این خوراک بچگی های ماست دیگه، چون من بچگی بوده نخوچی کشمش میخوردیم دیگه خب آدم عادت میکنه. دوست داری؟ خب اصلا دوست دارم خب آره مزه هم میده بعد میخوری میگه هی میخوری میدونی مثلا من خودم اونطور یا نخوچی کشمش میگه من یکی دوتا بخورم بعد میذارمش کنار. تفاوت قدیمه دیگه آره. مامان جان اینا سنتای قدیمی. بعد میزونشو شمتایی با هم میخوری. این اسم اسم دیگه این نیم کیلو نخوچی نه 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 کشمشه. منظورم اینه که وقتی میخوای بخوری چند تا نخوچی با چند تا کشمش میخوری. بیشتر نخوچی شه دوست. آفرین من خودم مثلا من 3 تا نخوچی میذارم دهنم با یک کشمش. 4 تا نخوچی یک کشمش. مثلا من حالا هر جام که برم آجیل بیارن عید وقت چیزی باشه نخوچی کشمش باشه قاطیش نخوچی هاشو جدا میکنم. آها آره ببین مامان از سوال خوراکی مورد علاقه قدیما مامان یکی مشهد هم که میرفت فهمیدی مامان؟ مشهد میرفتن یه مادر مثلا نخوچی کشمش سوالتی میابردن قدیما نخوچی کشمش میابردن میگم اینا رو تو بس سنت قدیمیه اینا من قدیمه دیگه حالا ما قدیمی هستیم دیگه مامان اینا رو دوست داریم میخوریم.
خب این چراغ نفتی بودم نفت بریزم پیش رو کلش کنی. من رفتم رنگ فروشی دیدم نفت داره. خانم چقدر این بخواهی؟ گفتم این چراغ کوچولوی بخوام نفت برم. بعد یه دونه اینو به من داد. میخواسته یه حالا خود من گفتم چراغ کوچولوه، اگه گفتم گفته بودم چراغ نفتی بزرگه. گفتم فقط نفت باشه، گفت نفته. گفتم تینه ردی اشتباه گفت نه نفته. من خودم خیلی این چراغ نفتی رو دوست دارم. کافیه. چقدر هم بوش زیاده. خیلی نفت بوش خیلی زیاده. یه دو تا قطره جا افتاد به مامان بانو کارای واسه باش. حالا باید این مقدار سر کنیم این فیلش نفت بیاد بخوردش که روشن بشه. هنوز خشکه. حالا تا سفره هفسنه بچینیم اونم آماده میشه. اگر یادتون باشه ما تابستون بود رفتیم بازار پروانه. بله. رفتیم اونجا یه چراغ نفتی دیدم. اون چراغ نفتی خیلی خوشگل بود. نخریدیم. گفتم میریم برمیگردیم میگیریم. دیگه وقتی برگشتم دیدم نداره، با خانم فروش رفت. بعد اینو داشت. دیگه دیدم اینم قشنگه، اینو گرفتم. این همون چراغ یکی از بازار پروانه گرفتیم. خیلی خوب ماما. این راست داره کم کم داره خیس میشه. نگاه کن تا بالا اومد. ببینم. ببینی خیس شد. آره. روشنش کنه؟ من میگم سفره هفت‌سینه بچینی بعد موقع سال تحویل. نه موقع سال تحویل به نظرم اونطوری بهتره. بهتره. خب اینم از چراغمون. بعد این پایینشو میبینی؟ اینا چراغای قدیمی اینا رو داشت. این سوراخ ها این مدلیه، مدل گشنیزه. شمع رو من آوردم که بذارم داخل این شمعدونه خوشگل بشه. دیگه شمع سفید تو خونه داشتیم مامان آورده. شمع سفید قشنگه دیگه. خب مونده فقط حافظ. بله حافظ دیگه اصل کاری حافظه. بیاری بذاری. بذارم. بعد این روی میزوی کنارم میخواییم مسئله پذیرایی رو بذاریم. حافظمون دیگه تکمیل شد. تکمیل شد دیگه. فقط چراغ نفتید مونده. ای بای اصل کاری. اونا اینقدر دوستش داری. حافظ چراغ نفتی همش. چراغی عزیزم خوشگله. خب این چراغ بذارم من اون پایین. اون پایین میتونی اون بالا کنار شمع هم میتونی بذاری. بله بعد جاشو حالا درست میکنیم. ببینیم جاش کجا مناسبه. اینم از سفره هفت سینما. خیار من عادت دارم اون میشورم میذارم یخچال. بله کامل همه رو میشورم خوش میکنم میذارم یخچال. خب ما هم از موقعی که کرونا شد دیگه عادت کردم هر چی میخورم کامل میشورم بعد میذارم داخل یخچال. همون
در صورت که خب میوه وقتی میخری اینطوری میذاری داخل خودشون میذاری داخل یخچال تازه تر میمونه، دیرتر خراب میشه. وقتی که نشسته باشه تازه تر میمونه، ولی من همه رو با اسکواش قشنگ حالشو به جا میارم. که من فیلم سفره هفت سینمون رو بگیرم اونطوری باید چراغ نفتیت هم روشن کنی. دیگه همه روشن میکنم. آره اجا کبریت نیست از این کبریت بلند هست خانواده. مشکل شد؟ بله خیلی قشنگ شد. بالا که میدی ماما نگاه کن دود میزنه. اینه زیاد میشه دیگه. دود میزنه باید همینطوری باشه، کم باشه که دود نکنه. بالا قشنگه. بله تموم شد؟ بله تموم شد. دوستان دیگه آده ما فعلا این شما رو خاموش کنم، باید بریم برگردیم برای ساعت تحویل دوباره در خدمتون باشیم. یه 7 ساعت دیگه 6 ساعت و نیم دیگه ساعت تحویل دیگه ما میریم 6 صبح برمیگردیم که به امید خدا سال نو رو با هم آغاز کنیم. این چه صفایی داره. من ساعتم نشون بدم. موقعی ساعت تحویل باز مجدده روشن میکنم. بله ساعت 12:05 است. 6 ساعت و نیمه دیگه سال تحویله.